به سومین جلسه عمومی اتاق اندیشه و بحث آزاد برای استقلال آزادی خوش اومدین. پیشتر از هر چیز بگم که جلسه امروز مدیریتش با دوست جوانم سرکار خانم عقیل خانم هست و منم در خدمت ایشون جلسه رو اداره میکنم. لازم به توضیح نیست که در چه شرایطی هستیم. از یک سال خورده پیش با شیوع پندمیک این ویروس کرونا و آشکار شدن ضعف‌ها و کاستی‌های ساختاری سیستم‌های اقتصادی سیاسی در جهان، همه می‌دونیم، همه هر روز موضوع صحبتمون هست که چقدر مبتلا میشن چند نفر در سطح جهان و کشورهای مختلف و جمله کشور عزیزمون ایران با این مشکل روبرو هستن. ولی این روزها در یکی دو ماه گذشته یکی از بحث‌های عمده‌ای که باز در همه جا مطرحه، در همه گروه‌ها، همه جمع‌ها مطرح این است، این واکسن‌هایی است که خوشبختانه تولید شده. امروز برمی شدیم که در خدمت خانم دکتر فیروزه بنی‌سعد به اینکه کدوم واکسن، هر کدوم از این واکسن‌ها چه خصوصیتایی دارن، چه خاصیتایی دارن، چه ریسک‌هایی میتونن داشته باشن بپردازیم. خانم دکتر بنی‌سعد فیروزه خانم از اون دسته از افراد هستن که هم نوعان ما هستن که به قول معروف در جبهه مقدم مبارزه با این بیماری پندمیک و ضعف‌های ساختاری که اشاره کردم ناشی از اون همراه با همتاهاشون در سطح جهان ببخشید واقعا بار اصلی این مبارزه با این ویروس رو به عهده گرفتن. مثل بسیاری از همتاهاشون در این خط مقدم میدونم به تحقیق که از نه تنها چقدر در خطر هستن، چقدر زحمت میکشن، مثل بعضیه از چقدر از دیدار خانواده و نزدیکان محرومن و چقدر این روزها گرفتارن و لطف کردن این فرصت رو به ما دادن که در این زمینه با هم صحبت بکنیم. خانم دکتر بنی‌سعد سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. صداتون باید آنمیوت بشه. خیلی ممنون آقای عبداللهی. قبل از شروع جلسه میخوام به دوستان و هموطنان گرامی هم عید نوروز رو تبریک بگم. امیدوارم که سال سلامتی، شادی، موفقیت برای هر یک از شما باشه. سال استقلال، آزادی، عدالت، رشد در وطنمون و برقراری جمهوری و دولت حقوق مدار و سرفرازی برای ملت ما. من این جلسه برای این جلسه یه سری سلاید آماده کردم و این سلاید ها رو خانم دکتر اجازه فرمایید من شما رو معرفی کنم برای دوستانمون، اونایی که شما رو نمی‌شناسن. ببخشید دوستان، خانم دکتر بنی‌سعد متخصص بیماری‌های عفونی، رئیس بخش امراض عفونی بیمارستان شهر رنج در شمال شرقی فرانسه، استاد پایه 1 دانشگاه هستند. محقق برجسته ای هستن که تاکنون شاید حدود 200 مقاله علمی ایشون در مجلات پزشکی منتشر شده. همجور که عرض کردم از ماه فوریه گذشته به مداوای دائم بیماران کوویدی پرداختن. در ماه مارس 2020 زمانی که دادن کورتون به بیماران کوویدی تجویز نمی شد پی بردن که این دارو میتونه بسیاری از بیماران حاد کوویدی رو که مشکل تنفسی دارن نجات بده. اولین پزشکی بودن که در این باره مقاله علمی خودشون در اروپا منتشر کردن و که اکنون روش درمانی در بسیاری بیمارستان‌های دنیاست و جوری که گفتن میگوین باعث شده که از میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری بین 30-40% کم بشه. و چند ماه پیش وزیر بهداشت فرانسه به خاطر فعالیت‌های دکتر بنی‌سعد به ایشون نشان ملی لیاقت دولت فرانسه را اهدا کردن. خانم دکتر خیلی سپاسگزارم مجددا و در اختیار شماست، بفرمایید.
خیلی ممنون آقای عبداللهی. پس من این صحبتم رو شروع میکنم. با اجازه یه سری اسلاید آماده کردم برای شما. بله صحبتم رو شروع میکنم. اول ببینیم که معیارهای ارزیابی یک واکسن کدام ها هستن و بعد میرسیم به واکسن های کووید 19 و مزایا یا ضعف های این واکسن ها رو یک تا یک بعد بررسی خواهیم کرد. هدف های واکسن کدام ها هستن؟ یکی از هدف ها اینه که پیشگیری بکنیم از بیماری یا پیشگیری از بیماری ویروس یا باکتری. اگر این 100% ممکن نشود، حداقل پیشگیری از فرم وخیم بیماری. و هدف دومی که میتونه این واکسن داشته باشه اینه که با پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری، از انتقال ویروس یا باکتری به کسانی که واکسن نزدن پیشگیری بکنیم. و این خب این منفعت جمعی واکسن میتونه باشه. میدونیم که در جامعه ده هستن که یا واکسن درشون عمل نمیکنه برای که سیستم دفاعیشون ضعیفه یا کمتر عمل میکنه، و اگر که پوشش واکسن بالا باشه در اونایی که مثلا سیستم ایمنیشون قویه، در غیر مستقیم از کسانی که به اصطلاح واکسن نزدن یا واکسن عمل نمی‌کنه نیز محافظت می‌کنه. پس می‌بینیم که برای یک واکسن یک منفعت فردی وجود داره و می‌تونه یک منفعت جمعی وجود داشته باشه. حالا چند تا مثال رو براتون بیارم از واکسن‌های قدیمی که در دست است. در دسترس هست و ببینیم که چجوری به این به اصطلاح داده ها رسیدیم و چگونه این داده ها ارزیابی میشه. یه مثال آوردم، مثلا باکتری مننگوکوک که میدونیم که بچه ها خیلی آسیب پذیر هستن و یک بیماری خیلی فوق‌العاده وخیم هست در سنین پایین. میدونیم که بچه ها بین مثلا 6 ماهگی و 5 سالگی بسیار آسیب پذیر هستن، پاتن مادرشون رو از دست میدن و در این سن خیلی فوق‌العاده آسیب پذیر هست. انگلیسی ها اولین کشوری بودن که برای مننژیت مننگوکاک سی واکسن رو تجویز کردن و به بچه های 9 ماهگی یا تا 12 ماهگی و تا سن 19 سالگی این واکسن رو دادن و خیلی سریع بعد از چند سال مواجه شدن که با کاهش میزان مبتلایان به این باکتری مواجه شدن. کشورهای دیگر هم بعد شروع کردن این واکسن رو تجویز کردن و به همین نتیجه رسیدن و کاهش چشمگیری داشتن. فرانسه خیلی دیر این کار رو انجام داد، در واقع 2010 انجام داد و با همون نتیجه رسید. پس اون منفعت به اصطلاح فردی خیلی سریع وجود داشت، ولی اون چیزی که انگلیسی ها نشون دادن این که در سنین زیر 3 ماه که این واکسن رو نزدن، بعد از این که این واکسن در انگلیس تجویز شد بسیار میزان این مننژیت کم شد. پس شما میبینید که این به اصطلاح تاثیر غیر مستقیم واکسن بوده و این حفاظت از گروه سنی که بهش واکسن تعلق نداشته نیز صورت گرفته. همین مسئله رو در بزرگسالای بالای 25 سال که واکسن به اونا تعلق نداشته یا صورت گرفته و 90% میزان مننژیت سی در این گروه سنی نیز صورت گرفت. پس میبینیم که این واکسن هم منفعت فردی داشته هم منفعت جمعی داشته. و این منفعت جمعی رو بهش یک کلمه انگلیسی ها دارن که هرد ایمونیتی، یعنی مسئولیت گله‌ای. یعنی بعضی واکسن ها امکان میدن که این مسئولیت گله‌ای ایجاد بشن، برای که وقتی که واکسن رو به کسی میزنین مانع انتقال باکتری یا ویروس هم میشوین و مسئولیت گله‌ای ایجاد میشه.
حالا از یه باکتری دیگه مثال ببریم، باکتری پروموکوک که اولین عامل زاتوری است، یه عامل مننژیت، عامل عفونت گوش، سینوزیت، و میدونیم که این باکتری در سنین پایین در حلق و بینی بچه ها در میزان بالا وجود داره. 60% بچه های سنین مهد کودک، یعنی زیر 3-4 سال، این باکتری رو در حلق یا بینی دارن. بعد سن که میره بالا یواش یواش کم میشه و پدر مادرهایی که بچه در منزل دارن 29%شون حامل این باکتری هستن، اونایی که بچه ندارن 6%شون حامل این باکتری هستن. این باکتری در سنین پایین باعث میزان عفونت خیلی بالایی است، خصوصا مثلا عفونت گوش، ولی زاتوریه، مننژیت. و در سنین بالا میبینیم که بعد از 65 سال این افراد سن بالا خطر مبتلا شدن به زاتوریه یا عفونت های دیگه و خصوصا زاتوریه خیلی افزایش پیدا میکنه و مرگ و میر این افراد هم در سنهای بالا خیلی بالاست. این واکسن در اوائل سالهای 2000 در دسترس اقلا بچه های کشورهای غربی قرار گرفت و ما ببینیم که خیلی سریع میزان عفونت بچه های زیر 5 سال کاهش یافت به صورت خیلی چشمگیری. حالا این تحقیق امریکایی، همه کشورها با این نتایج مواجه شدن، ولی اون چیزی که میبینیم که کسانی که بالای 65 سال داشتن نیز از واکسن بچه ها برداری کردن، برای که این واکسن باعث شد که میزان عفونت در این سنین هم کاهش یافت. پس میبینیم که این واکسن هم منفعت فردی داشته، هم منفعت بهش میگن گله‌ای، مسئولیت گله‌ای ایجاد کرده، یعنی که در بخشای جامعه‌ای که این واکسن بهشون تعلق نداشته نیز اثر داشته. حالا این واکسن چی بوده؟ ما قبلا یه واکسنایی داشتیم که روی پروموکوک عمل می‌کردن ولی این تاثیرگذاری رو نداشتن. این واکسن رو با حالا من به یه پروتئینی وصلش کردن که این پروتئین از توکسین دیفتری اومده و این باعث شده که این سیستم واکنش سیستم ایمنی رو واکنش قوی باشه و این مثلا تاثیرات مهم مثلا بیشتری در مقایسه با واکسن قبلی داشته باشه. حالا این دو واکسن رو با هم مقایسه میکنیم تا شما ببینیم که دو واکسن که علیه باکتری دوتاشون عمل میکنن چه تفاوتهای مهمی میتونن داشته باشن. این واکسن قدیمی که البته هنوزم هست، این واکسن کنجوگیت که در تقویم واکسیناسیون بچه ها در کشورهای غربی که هست از سالهای 2000، میبینیم که این واکسن کنجوگیت رو بچه ها عمل میکنه در صورت که اون قدیمی عمل نمیکنه. این قدیمی اصلا حافظه ایمنی ایجاد نمی کنه. وقتی شما حافظه ایمنی ایجاد نکنید، وقتی که دوزای جدید واکسن رو میزنید، هیچ گونه تقویت سیستم ایمنی رو ایجاد نمی کنید. تازه برعکس، این واکسن این سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه در مقابل پروموکوک وقتی که شما یه دوز جدیدی میزنید. بعد این واکسن هیچ گونه تأثیری در حمل این باکتری در حلق و بینی نداره. وقتی هیچ گونه تأثیری در حمل این باکتری نداره، پس نمیتونه این واکسن اثر به اصطلاح گله‌ای داشته باشه، ایجاد ایمنی گله‌ای درست بکنه، برای که این هیچ تأثیری در حمل این باکتری در حلق و بینی نداره و در طبیعتاً در انتقال این باکتری هیچ تأثیری نداره. اما این واکسن کنجوگیت میبینیم که خب در بچه ها تأثیر داره، حافظه ایمنی رو ایجاد میکنه، دوران
مسئولیتش خیلی طولانیه. وقتی که شما دوز جدید این واکسن رو میزنین، این سیستم ایمنیتون رو تقویت میکنین، افزایش پاتنهایی که تولید میشه افزایش پیدا میکنن و این به اصطلاح تاثیر غیر مستقیمی که در کسانی که واکسن نزدن وجود داره به خاطر اینه که روی حمل باکتری در بینی و حلق تاثیر داره و بدین ترتیب تاثیر در انتقال باکتری به دیگران نیست تاثیر داره. حالا یه مثال دیگه میزنم، مثلا ویروس انفلوانزا. میدونیم که این ویروس بیشتر بچه ها مبتلا میشن، بین 30-50% بچه های زیر 15 سال به این ویروس مبتلا میشن و این بچه ها هستن که ناقل این ویروس به بزرگترها هستن، خصوصا سنهای بالا. بچه ها خودشون تقریبا هیچ علائم وخیمی از این ویروس ندارن وقتی که مبتلا میشن، ولی به اصطلاح بزرگسالایی که کمتر از 15% آنها دچار به اصطلاح این ویروس میشن، متاسفانه در آنها مرگ و میر خیلی بالاست. پس در ژاپن مثلا سالهای زیادی این واکسن رو به بچه ها می زدن، زیر 5 سال می زدن برای حفاظت از بزرگ سالاشون. در این می‌بینیم که در فرانسه بودن 10,000 نفر مستقیم یا غیر مستقیم از این ویروس هر سال از بین می رن. حالا این واکسنی که واسه این ویروس وجود داره در فرانسه برای بالای 65 سال ها مجانی، خیلی هم تشویق میشه که این واکسن زده بشه. حالا اگه تاثیرگذاری این واکسن رو نگاه بکنیم، میبینیم که در سنینی که بین 18 تا 64 سال دارن و سلامت هستن، فقط کارآمدی این واکسن 60% برای پیشگیری این بیماری. پس می‌بینیم که این اگه بخوایم اینطوری قضاوت کنیم، عملکرد این واکسن اصلا زیاد نیست و در سنای بالا فقط تنها 20-30% پیشگیری میکنه. ولی با این حال خیلی اصرار میشه که این واکسن زده بشه. چرا؟ برای که درسته که پیشگیری از مبتلا شدن نمیکنه این واکسن، اما پیشگیری از بستری شدن 30-65% و پیشگیری از مرگ و میر 30-70%. پس میبینیم که این پیشگیری از فرم وخیم این بیماری چقدر اهمیت داره برای این واکسن. پس اینو برای منفعت فردی اشخاص بالای 65 سال وجود داره و واکسن هم برای کسانی که در بیمارستان ها یا در خانه سالمندان کار میکنه نیز خواسته میشه که اونا اون واکسن رو بزنن. در امریکا که میدونم اجباریه، در فرانسه اجباری نیست، ولی خب تمام تحقیقات نشون میده که در بخشایی که کارمندان اون واکسن رو میزنن، مرگ و میر بین سالمندان خیلی تقریبا نصف در مقایسه بخشایی که کارمندان مثلا این واکسن رو نمیزنن. پس این میبینیم که سیاست این واکسن برای کارمندان بیمارستان، کارکنان بیمارستان یا کارکنان خونه سالمندان برای منفعت شخصی افراد نیست، بلکه زیر 65 سال ها کمتر به فرم وخیم این ویروس دچار میشن، خیلی استثنایی این مورد، ولی از اونها خواسته میشه که این کارو برای حفاظت از بیماران صورت بگیره. و مثالای دیگه زیاد هست، مثلا واکسن سیاه‌سرفه رو. سیاه‌سرفه در بزرگان هیچ خطری نداره، اما در نوزادا خطر خیلی بالایی داره، خطر مرگ داره و پدر مادرها رو واکسن میزنن یا بزرگا، مادر بزرگایی که قراره از نوزادا
نگهداری بکنن، ازشون میخوان که این واکسن رو بزنن که مانع انتقال باکتری به بچه بشه و بچه فرم وخیم این بیماری رو بگیره. حالا برسیم به کووید 19. کووید 19 اینجا در این سلاید معیارهایی که FDA امریکا گذاشته برای تایید واکسن رو با هم نگاه میکنیم. ببینین از معیارهایی که گذاشته، اول پیشگیری فرم وخیم بیماری 50%، 70% یا 90%. بعد معیار دوم دوران مسئولیت واکسن 1 سال، 5 سال. بعد معیار سوم عوارض جانبی وخیم واکسن 1 رو 10 هزار یا 1 رو 1 میلیون. معیار چهارم عوارض خفیف واکسن 1 رو 10 یا 1 رو 30. اینا معیارهای برای تایید واکسن تعیین شده. رو کووید 19 علائم بالینی کووید 19 بین سنین مختلف خیلی متفاوته. 25% کسانی که مبتلا میشن هیچ گونه علائم ندارن، خصوصا بچه ها یا جوونا. 60% علائم خیلی خفیفی دارن. 10% دچار التهاب ریه میشن. 4% کارشون به ICU میکشه و متاسفانه 1% میمیرن. این تحقیقی که در دانمارک صورت گرفته رو من انتخاب کردم، ولی در همه کشورها همین داده مشاهده شده. شما میبینید در رنگ زرد میزان بستری شدن با سد بالا میره و میزان مرگ و میر نیز با سن بالا میره و در واقع از بالای 65 سال دیگه این میزان خیلی افزایش پیدا میکنه. پس میبینیم که به اصطلاح خطر مرگ و میر بیشتر برای سنین بالای 70 و در نتیجه تمام دولت‌هایی که کشورهایی که واکسن در دسترس داشتن، اولین به اصطلاح گروه های سنی رو که انتخاب کردن برای که این واکسن به آنها داده بشه سنهای بالا بود، برای پیشگیری از فرم وخیم بیماری و پیشگیری از مرگ. و یواش یواش وقتی که این سنهای بالا بهشون واکسن داده شد به سنهای پایین رسیدن. ولی خب ببینید که بالای 65 سال حتما این واکسن باید زده بشه، برای که خطر مرگ و میر در این سنین بالاست. پس این منفعت فردی واکسنه. حالا آیا هدف دوم واکسن این میتونه باشه که ما به منفعت جمعی واکسن برسیم و به یک مسئولیت عمومی تا بشه این شیوع این ویروس رو متوقف بکنیم؟ این میزان مسئولیت عمومی که باید ایجاد بشه تا بتونیم یک بیماری رو متوقف بکنیم بستگی به بیماری های مختلف داره. مثلا باید سرخک 95% فوق‌العاده بالاست، برای فلجی 85%، برای آبله که دیگه وجود نداره مثلا 75%، برای سارس کوف 2 تخمین میشه که بین 50-75% جمعیت باید نسبت به این ویروس مسئولیت داشته باشن تا این شیوع کاملا متوقف بشه. یعنی خود امریکایی‌ها این برآورده کرده که در خود امریکا 200 میلیون جمعیت باید این مسئولیت رو داشته باشن و در سطح جهان حدود 6 میلیارد جمعیت. حالا برسیم به واکسن‌های کووید 19 که فعلا در دسترس داریم. این ویروس کووید 19 است. این ویروس ویروس RNAه. ویروس های RNA دائم تغییر میکنن. اینو ما خوب میدونیم سالهاست. HIV، ویروس هپاتیت C، ویروس اینفلوانزا، ویروس های RNA هستن و میدونیم که هر سال این ویروس ها تغییر میکنن.
این ویروس یه پاکتی داره، روی این پاکت پروتئین سپایک رو داره و بیشترین تغییر در این پروتئین سپایک صورت میگیره. در بخشای دیگه کمتر تغییر ایجاد میشه و ثابت تره. پس شما وقتی راجع به ویروس های جهش یافته صحبت میشه، این تغییرهایی که صورت گرفتن بیشترشون در این پروتئین سپایک هستن. ببینیم که چه اهمیتی داره، برای که شما وقتی که واکسن درست میکنین که فقط روی پروتئین سپایک عمل میکنه، وقتی این پروتئین سپایک دائم تغییر میکنه، خب بعضی واکسن ها میبینین که خوب جواب نمیدن در مقابل ویروس های جهش یافته. ولی وقتی که کل ویروس رو در نظر بگیرین و بخش های ثابت تر ویروس هم در نظر بگیرین در واکسن، شاید اون واکسن ها کمتر آسیب پذیرن نسبت به ویروس های جهش یافته. معمولا برای ساختن تولید یک واکسن 10 تا 15 سال زمان میخواد. برای ویروس کووید 19 با امکاناتی که گذاشته شد، این در کمتر از یک سال یه سری واکسن تولید شد. حالا ببینیم ما چه واکسنهایی فعلا در دسترس داریم. واکسن غیر فعال داریم که این کل ویروس رو در بر داره، این ویروس رو تضعیف میکنن از طریق شیمیایی یا فیزیکی. این تقریبا سنتی ترین تکنولوژی تولید این واکسن، این تکنولوژی رو برای واکسن اینفلوئنزا ازش استفاده میشه، فلجی یا هاری. بخشی از باکتری یا ویروس رو میگیرن و تزریق میکنن. این تکنولوژی رو در واکسن اپاتیک بی استفاده میکنن، واکسن زونا. از این تکنولوژی صحبت میکنم برای که واقعا هنوز پیش نرفته واسه کووید 19. و این تکنولوژی جدید که ما داریم، از یه ویروس استفاده میکنیم. البته بگم که برای ویروس ابولا از این تکنولوژی استفاده کردن که واکسن رو درست بکنن و خوب عمل کرد. و واکسن های ارنه که داریم و واقعا از تکنولوژی جدید، البته تقریبا 10 سال بود که رو چندین واکسن با این تکنولوژی کار می شد، از جمله واکسن هاری. اول با واکسن‌های RNA شروع می‌کنم. حالا ترتیب عمل این واکسن‌ها رو زیاد توضیح نمیدم، فقط بهتون بگم که این ژن پروتئین S یعنی پروتئین سپایک رو وارد RNA می‌کنن و این RNA وارد سلول میشه و سلول اون پروتئین سپایک رو تولید میکنه و سیستم ایمنی بدین ترتیب فعال میشه و پاتن تولید میکنه. دیگه بیشتر وارد توضیح نمیدم. این واکسن های ارنه خب همینطور که میدونیم به نام فایزر یا مدرنا دیگه شهرت پیدا کردن. در ارزیابی های بالینی که صورت گرفته حدود 60 هزار نفر شرکت کردن و این واکسن بین 94 تا 95% عمل کرده. این ببینیم که بعد از هفته دوم این واکسن دیگه واقعا موردای کووید 19 در کسانی که واکسن رو میگیرن بسیار کم میشه. از هفته دوم این واقعا واکسن تأثیر گذاره. این مال فایزره، این مال مدرنا همین رو نشون میده. ببینید که بعد از هفته دوم سوم دیگه تقریبا موردهای کووید 19 فوق‌العاده نادرن در کسانی که واکسن رو گرفتن. حالا ببینیم که وقتی که به اصطلاح این ارزیابی ها صورت میگیره چه معیارهایی نگاه میکنن تا ببینن که این واکسن چطور عمل میکنه. اولین معیاری که نگاه میکنن سنه، برای که ما میدونیم که هرچی سن میره بالا پاسخ به واکسن ضعیفتر میشه. الان نگاه ببینیم بر سن بین گروه 18 تا 65 سال 95% این واکسن عمل کرده، ولی بالای 65 سال 86%. پس این یکی از معیارهای واکسنه.
بعد اینجا نگاه کردن که در کسانی که به اصطلاح آسیب پذیری داشتن و این آسیب پذیری ها باعث میشه که خطر فرم وخیم در این به اصطلاح گروه ها بالا باشه. اینجا رو هم میبینیم که اونایی که آسیب پذیر بودن باز بالای 65 سال باز میزان به اصطلاح عملکرد واکسن کمتر بوده از کسانی که جوان‌تر بود. بعد به زن و مرد هم نگاه میکنن که تفاوتی نبوده. ببخشید اونایی که به اصطلاح آسیب پذیری داشتن واکسن در 90% آنها عمل کرده، اونایی که نداشتن 95% عمل کرد. پس این معیارهایی است که در هر ارزیابی بهش توجه میشه. اون چی که مهمه اینه که میبینیم که در کسانی که واکسن رو گرفتن هیچ کدومشون فرم وخیم بیماری رو نداشتن. مبتلا شدن، علائم داشتن، ولی هیچ کدومشون فرم وخیم بیماری رو نداشتن. اونایی که گرفتن همشون تو گروهی بودن که واکسن بهشون تعلق یعنی نزده شده. حالا در دنیای واقعی چطوری این واکسن عمل کرده؟ این نتایج داده های اسرائیل، میدونین که در سطح بالا این واکسن واکسیناسیون انجام گرفته و اونا میگن نشون دادن که خب از 15 روز بعد از دوز اول میزان مبتلایان به کووید 19 کاهش پیدا میکنه، ولی از هفته سوم هیچ موردی نداشتن و 90% مبتلایان کووید 19 بعد از هفته سوم کاهش یافتن. پس این تاثیرگذاری خیلی چشمگیری داشته. حالا در یک مرکز پزشکی بزرگ تگزاس چطور عمل کرده؟ اینجا کسانی که هیچ واکسن نزدن، اونجا کسانی که یک دوز واکسن زدن، اینجا کسانی که دو دوز واکسن زدن. باز میبینیم که این اثر خیلی چشمگیر داشته. این واکسن در سطح به اصطلاح وسیع، اینجا میبینید که امریکایی‌ها از نیمه دسامبر شروع کردن پرسنل بیمارستان‌هاشون رو واکسن زدن و سه هفته بعد از این اولین دوز ببینیم که واقعا این میزان مبتلایان کووید 19 فوق‌العاده کاهش یافته. این تمام تحقیقات بالینی که انجام گرفته به اصطلاح میزان کسانی که علائم کووید 19 رو داشتن و نگاه کردن، نخواستن از کسانی که در این ارزیابی ها شرکت میکنن که مثلا هر هفته از خودشون نمونه برداری بکنن ببینن که آیا حامل کووید 19 هستن بدون علائم ولی این ویروس رو دارن یا نه، برای که این مسئله خیلی مهمه، برای که میدونیم که میتونیم حامل ویروس باشیم هیچ علائمی نداشته باشیم و این ویروس رو به دیگران منتقل بکنیم. این تحقیق جدیدی که باز در امریکا صورت گرفته نشون میده که بعد از دوز اول 10 روز بعد از دوز اول 80% حمل ویروس در کسانی که هیچ علائمی ندارن کاهش مییابه و این خیلی نتیجه مهمیه، یعنی که نشون میده که نه تنها این واکسن ها منفعت فردی میتونن داشته باشن، یعنی میزان فرم وخیم بیماری رو کم بکنن، ولی میتونن منفعت جمعی داشته باشن، یعنی میزان انتقال ویروس به دیگران رو نیز کم بکنن. البته این داده ها باید تایید بشه. عوارض جانبی این واکسن ها چیه؟ کدام ها هستن؟ یه عوارض جانبی خیلی خفیفی هست که با همه واکسن ها پیش میاد، سر درد، عضل درد، تب، اینا معمولا در بعد از دوز دوم بیشتر پیش میان و دو سه روز تو بیشتر طول نمی کشن و تموم میشه. اما یه سری عوارض جانبی دیگری در این ارزیابی های والدی پیش اومده که به اصطلاح خواسته شد که پزشکان به آن توجه بکنن. یکی فلجی صورت بود، یکی آریتمی قلب بود،
و یکی بزرگ شدن غدد لنفاوی. بعد از که این واکسن ها به صورت گسترده ازشون استفاده کرد، یکی از عوارض جانبی که دیده نشده بود در این ارزیابی های بالینی ولی در بعد از استفاده گسترده شاهدش بودیم، آلرژی و آلرژی خیلی وخیم آنافیلاکسی بود که یک مدت تقریبا 10 مورد رو 1 میلیون نفر که واکسن زدن. بیشتر این موردها در زنان صورت گرفت، 90%. این آلرژی در همون 30 دقیقه نیم ساعت بعد از واکسن صورت گرفته در 90% موردها. و 2/3 افرادی که این آنافیلاکسی داشتن سابقه آلرژی داشتن. اینو با مدرنا هم نیز مشاهده شد و حالا دیگه همه میدونن که اگه مثلا آلرژی داشته باشین شما رو نیم ساعت نگر میدارن بعد از واکسن زدن تا ببینن که خدای نکرده دچار آنافیلاکسی نشی. بعضی واکنش های پوستی هم میتونین داشته باشین که خطری نداره، ولی اینا هم مثلا دیده نشده بود قبلا ولی با استفاده در سطح گسترده مشاهده شد. در فرانسه چه نوع عوارض جانبی پیدا شدن؟ یکی بالا رفتن فشار خون که اینو مقامات فرانسوی گفتن یک سیگنال قویه و باید تعقیب بشه، پس این دکترها بهش توجه میکنن و سوال میکنن. یکی به اصطلاح آریتمی قلبی، سرگیجه، فلجی صورت 28 مورد تا 25 فوریه بوده، از دست دادن شنوایی، اومدن پایین میزان پلاکت و زونا 91 مورد زونا بوده که زونای به اصطلاح وخیم هم 32 مورد بودن. این از تجربه‌ای که از این واکسن‌های RNA داریم. حالا میرسیم به واکسن‌های ادنوویروس، یعنی که یه ویروس رو شما ژن پروتئین اسپایک رو داخل ویروس میکنید و این ویروس رو داخل بدن میکنید. این ویروس میاد سلولای بدن شما رو مبتلا میکنه، این ژن رو سلول وارد سلول میشه و سلول پروتئین اسپایک رو تولید میکنه و بدین ترتیب سیستم ایمنی واکنش نشون میده و پاتن و یا سلولای تی تولید میکنه که به اصطلاح در مقابل این پروتئین اسپایک عمل بکنن. این آدنوویروس میتونه حیوانی باشه، مال آسترازنیکا از آدنوویروس شامپانزه استفاده کردن، یا میتونه آدنوویروس های انسانی باشه، مال سپوتنیک، مال جانسن که مال امریکاست، یا مال چینیا از آدنوویروس های انسانی استفاده کردن. گفتم که روسا، چینیا، امریکایی‌ها از آدنوویروس انسانی استفاده کردن. این آدنوویروس ها ویروس هایی هستن که ما در بچگی با آنها برخورد میکنیم، معمولا بین 6 تا 10 سال. ویروس هایی که باعث سرماخوردگی میشن، اسهال میشن، خیلی رایج هستن. مثلا برای آدنوویروس 5 در کانادا 70 تا 75% مردم کانادا پاتن دارن نسبت به این ویروس، در افریقا 95%، در آسیا 85%. آدنوویروس 26 ما کمتر باش برخورد کردیم و کمتر خب طبیعتاً پاتن داریم. پس می‌بینیم که اهمیت انتخاب این آدنوویروس ها چی هست؟ چرا مثلا شرکت امریکایی جانسن آدنوویروس 26 رو انتخاب کرده یا روسا 26؟ برای دوز اول 26 رو انتخاب کردن، دوز دوم 5 رو انتخاب کردن، برای که ما امکان داره که نسبت به این ویروس ها پاتن داشته باشیم. انگلیسی ها و سعودی ها مال میمون رو استفاده کردن که گفتن ما بدنهای ما هیچ گونه آشنایی نسبت به این ویروس ندارن، پس ما پاتن نداریم و این شما این واکسن رو که زدین، این ویروسی که وارد بدن کردین کاملا میتونه این عمل بکنه، برای که هیچ پاتنی نداریم که بخواد که سریع
این ویروس رو از بین ببره و مانع این بشه که واکسن عمل بکنه. حالا مال آسترازنیکا چه مثلا کارآمدی داشته این واکسن؟ در ارزیابی‌های بالینی که صورت گرفته عموما 70% عمل کرده این واکسن، 60% بعد از دوز اول و تا 80% بعد از دوز دوم، اگر این دوز دوم 3 ماه بعد از دوز اول زده بشه، و اینا دیدن که اگه زودتر زده بشه کارآمدی واکسن کمتره. اما در این واکسن به صورت گسترده در انگلیس ازش استفاده شده، در اسکاتلند، و اینا داده‌هاشون رو منتشر کردن و میگن که ما به اصطلاح کارآمدیمون مانند واکسن‌های فایزر و مدرناس، یعنی 60% در ماه اول، 75 تا 90% در 5 هفته بعد، و در سنین بالا هم این واکسن خوب عمل میکنه. برای یادآوری یاد باشه که وقتی که این به اصطلاح ارزیابی بالینی آسترازنکا منتشر شد، چون که تعداد کسانی که بالای 65 سال داشتن در اون تحقیق کم بودن، آلمان گفت که ما مثلا این واکسن رو برای بالای 65 سال‌ها سفارش نمی‌کنیم. بعد اینا گفتن که نه، در اسکاتلند ما زدیم و خوب عمل کرد. در گزارش بالینی که در امریکا صورت گرفته، این دو روز پیش منتشر شد، جمعاً 76% کارآمدی داشته این واکسن 15 روز بعد از دوز دوم، ولی این دادا از نظر من خیلی مهم هستن، 100% از فرمای وخیم بیماری پیشگیری شده و از بستری شدن بیماران پیشگیری شده و این خیلی نتیجه مهمی هست و عملکرد واکسن در سنین بالا هم خوب بوده. مشکل در واقع این واکسن شاید این به اصطلاح عوارض جانبی وخیمی که بعد از استفاده گسترده از این واکسن مشاهده شده و 200 مورد لخته خون مثلا پیش اومده از فلبیت و آمبولی ریه، ولی موردهای دیگه هم بوده، فلبیت مغزی یعنی لخته خون در مغز، و چند مورد مثلا مرگ در جوانها. مثلا در فرانسه هم دو سه روز پیش یه دانشجوی پزشکی 24 ساله بعد از زدن این واکسن از بین رفت و این خوب باعث شد که در فرانسه خواستش مثلا بخوان که این واکسن برای کسانی که زیر 55 سال دارن زده نشه، برای که مثلا این عوارض جانبی وخیم رو بیشتر در جوونا مشاهده کردن. این در بعد از دوز اول بود. حالا وقتی که شما ارزیابی‌های بالینی رو نگاه می‌کنی، اونا میگن تا صد بعد از دوز دوم این به اصطلاح عوارض جانبی بیشتره. اینه که الان حالا نمیدونم که در فرانسه چه سفارشی خواهند کرد برای دوز دوم کسانی که این دوز اول رو زدن، چه سفارشی خواهند کرد. ولی خب این بر عوارض جانبی بعد از استفاده گسترده مشاهده شده. روسا چه واکسنی تولید کردن؟ روسا از آدنوویروس انسانی استفاده کردن. اولین دوزشون رو با آدنوویروس 26 میزدن، بعد دومین دوزشون با آدنوویروس 5 رو استفاده میکنن. این تحقیقشون چند وقت پیش در لنست منتشر شد، رو 20,000 نفر ارزیابی کردن این واکسن رو و خیلی خوب عمل کرده، با 95% پیشگیری از بیماری. این روسا مثل همه به اصطلاح کسانی که ارزیابیشون رو منتشر میکنن، اینجا میبینیم که میزان پادتنا رو در زن و مرد و در گروه های سنی مختلف مقایسه کردن و میبینیم که بالای 65 سال میزان پادتنی که تولید میشه برابر است با اون چیزی که در سنین پایین‌تر تولید شده. عوارض جانبی
وخیمی نداشتن، اونطور که در به اصطلاح مقالهشون منتشر کردن و به احتمال زیادم من فکر میکنم که نداشتن، برای که از آدنوویروس انسانی استفاده کردن و ما بدنامون تقریبا این ویروس ها رو میشناسه و این ویروس ها رو در بچگی باشون برخورد میکنیم و ویروس سرماخوردگی دلیل نداره که به اصطلاح عوارض جانبی وخیمی پیدا بشه. حالا در صورت فعلا که چیزی در این باره منتشر نکردن. اما این مشکلی که این ویروس واکسن ها دارن و میخوام یه توجهی شما به این مسئله داشته باشی، این گزارش چینی ها رو، واکسن چینی رو به شما میدم که از آدنوویروس 5 استفاده کردن. ببینید اینجا نگاه کردم که اگر کسانی که واکسن رو گرفتن پادتن داشتن نسبت به این آدنوویروس 5، گفتم که ما بهش برخورد میکنیم در بچگی پس احتمالا پادتن داریم نسبت به این آدنوویروس. اونایی که داشتن با اونایی که نداشتن رو مقایسه کردن، خب اونایی که نداشتن میزان پادتنی که تولید کردن 2 برابر بوده نسبت به کسانی که این پادتن رو داشتن. پس میبینیم که میفهمیم که چرا آسترازنکا آدنوویروس حیوانی استفاده میکنه، روسا از آدنوویروس 26 استفاده میکنن، بعد دوز دومو با 5 میزنن و حالا به سراغ امریکایی ها که بریم، اونا از 1 دوز استفاده میکنن، از آدنوویروس 26 استفاده کردن و عملکرد واکسن کلن 66% بوده، 72% در امریکا، ولی میبینیم که در افریقای جنوبی کمتر بوده، 57%. چرا؟ برای که ویروس جهش یافته افریقای جنوبی در اونجا بوده و این واکسن کمتر عمل کرده رو این ویروس جهش یافته. اما میگن که ما 85% عملکرد داشتیم در پیشگیری فرمای وخیم بیماری و تقریبا 100% در پیشگیری بستری شدن و مرگ. خب این نتایج خیلی خوبی هست. و اینا میگن که اونایی که پادتن داشتن نسبت به آدنوویروس 26 به اصطلاح میزان پادتنی که علیه کووید 19 تولید کردن کمتر نبوده در مقایسه با کسانی که پادتن نداشتن نسبت به این آدنوویروس 26. در اون با این واکسن هم در عوارض جانبی که منتشر شده، عوارض جانبی وخیمی مشاهده نشده تا حالا. حالا باید دید که در سطح گسترده چطور خواهد بود. اما اگه بخوایم این گروه از واکسن ها رو نتیجه گیری بکنیم، مشکل این واکسن ها اینه که شما دوز اول رو که زدین بدنتون شروع میکنه علیه این ویروس پادتن تولید کردن. میتونین دوز دوم هم بزنین، ولی واقعا نمیدونم و این فکر میکنم که این ضعف این واکسن هاست. دوز سوم، چهارم، پنجم رو فکر نکنم بشه زد، برای که فوری اون بدن پادتن های شما اون واکسن رو و ویروس رو از بین خواهند برد و این به اصطلاح بهش میگن واکسن هایی که باش میشه یه تیر یا دو تیر زد ولی بعد تموم میشه. مثلا البته با اطلاعاتی که فعلا من دارم، این نظر منه، حالا باید دید که واقعا این آینده این نظر رو تایید میکنه یا نه. حالا میرسیم به واکسن های غیر فعال، یعنی که کل واکسن رو میگیریم، یعنی پروتئین سپایک، ولی بخش های دیگه واکسن که ثابت ترن و در ویروس های جهش یافته نیز تغییر اونچنانی در اون بخش ها صورت نمی گیره. این واکسن ها شاید مزیتی که دارن اینه که فقط اساسشون بر پروتئین سپایک نیست، بر کل ویروس و خب کمتر تأثیر پذیر هستن نسبت به ویروس های جهش یافته. البته این باید دید که واقعا همچی هست یا نه، ولی در تئوری همینه.
این واکسن‌ها خیلی تکنولوژی سنتی هستن و میدونیم که معمولاً عوارض جانبی وخیمی ندارن. میشه شما از این واکسن‌ها چند بار استفاده بکنیم، مثل واکسن اینفلوانزا که هر سال میزنیم و هیچ مشکلی صورت نمیگیره. چینی‌ها روی واکسن خیلی کار کردن، هندی‌ها روی واکسن کار میکنن، یه شرکت فرانسوی روی واکسن کار میکنن که البته انگلیسی‌ها خیلی روش سرمایه گذاری کردن. خلاصه تا چند وقت دیگه فکر میکنم که چند تا از این واکسن‌ها خواهیم داشت. خیلی سریع میگذرم، ولی چینی‌ها نتایج به اصطلاح فاز 1 و 2 این واکسن‌ها رو منتشر کردن و میگن اون میزان پاتنی که با این واکسن‌ها تولید میشه همون تقریبا برابر است با اون پاتنایی که در بدن تولید میشه وقتی که شما مبتلا به ویروس میشین، فرقی نمی‌کنه. میگذرم، ولی این داده‌هاشون رو منتشر کردن. اما داده‌های ارزیابی‌های بالینی هنوز، یعنی فاز سوم این ارزیابی‌ها منتشر نشده. اینا نتایجی که براتون می‌نویسم در واقع اطلاعاتی است که دولت‌ها دادن، هنوز از صورت علمی منتشر نشده. در برزیل میگن که کارآمدی واکسن حدود 51% بوده، اما 78% کسانی که واکسن زدن بستری نشدن و 100% اونایی که این واکسن رو گرفتن از فرمای وخیم بیماری ممانعت شده در آنها. در ترکیه 91% کارآمدی داشته، در اندونزی 65% و تأثیر برابری در همه گروه های سنی داشته. این از این واکسن در کشورهای زیادی استفاده میشه، مثلا مراکش خیلی از این واکسن، یا امارات از این واکسن استفاده کردن. در آخر میرسیم به واکسن‌هایی که فقط بخشی از ویروس یا باکتری از رو میگیرن و تزریق میکنن. این تکنولوژی در با واکسن هپاتیت ب یا زونا استفاده شده. در واکسن‌های دیگه که بهتون نشون دادم، مننژیت سی، هموفیلوس بی، پروموکوک هم استفاده شده. یه شرکت آمریکایی از این تکنولوژی استفاده کرده و نتایجی که داشته، در انگلیس رو 15,000 نفر کارآمدی این واکسن 90% بوده، در صورتی که 50% کسانی که مبتلا شدن ویروس جهش یافته انگلیسی رو داشتن، کارآمدی رو داشته. اما در افریقای جنوبی میبینیم که کارآمدی این واکسن 60% بوده در کسانی که HIV نداشتن. اگه در کل افراد نگاه بکنید که بخششون HIV داشتن و خب سیستم ایمنیشون ضعیف‌تره و کمتر به واکسن پاسخ میدن، 50% بوده. این تکنولوژی رو کوبا نیز استفاده میکنه و من برای همین راجبش صحبت میکنم، برای که این واکسن در ایران با انسیتو پاستور ایران همکاری میکنن و این تکنولوژی همون تکنولوژی است که برای گفتم واکسن پروموکوک استفاده میشه، یعنی پروتئین سپایک رو وصل میکنن به پروتئین توکسین کوزاز، ندیفتری کوزاز، و تزریق میکنن. کوبا سابقه زیادی در تولید واکسن داره و از جمله واکسن هموفیلوس که از همین تکنولوژی استفاده میشه و دومی صادر کننده این واکسن از این تکنولوژی استفاده کرده و این واکسن قراره در ایران ارزیابی بشه. فعلا من مثلا داده راجع به این واکسن پیدا نکردم که به شما ارائه بدم، ولی تکنولوژیش اینه. حالا شما دو سه ماهی که میشنویم راجع به این ویروس های جهش یافته، جهش یافته انگلیسی، جهش یافته افریقای جنوبی، جهش یافته برزیل، جهش یافته کالیفرنیا، جهش یافته غرب فرانسه، گفتم این ویروس دائم تغییر میکنه، ولی خب شما میبینید که این واکسن هایی که فقط محدود شدن به پروتئین سپایک
خب این واکسن ها باید ببینیم که رو این ویروس های جهش یافته عمل میکنن یا عمل نمیکنن. یک تحقیق که به تازگی منتشر شد راجع به واکسن آسترازنیکا در افریقای جنوبی و در ویروس جهش یافته افریقای جنوبی، متاسفانه عملکرد این واکسن در افریقای جنوبی 22% بوده و در کسانی که به ویروس جهش یافته مبتلا بودن فقط 10% عملکرد داشته. پس می‌بینیم که این مشکل اساسی وجود داره. واکسن جانسون که امریکاییه که آدنوویروس 26، اونم میدونیم که در افریقای جنوبی عملکردش کمتر بوده. البته اونا میگن که ما برای پیشگیری فرم وخیم 89% پیشگیری داشتیم و خب عملکرد داشتیم. برای واکسن‌های RNA چون از اونا استفاده نشده در این در افریقای جنوبی یا در برزیل، دادهای به اصطلاح اینطوری این تیپی نداریم، ولی میدونیم که وقتی که پادتنایی که ایجاد میشه بعد از واکسن، یعنی دو دوز واکسن رو کسانی که این دو دوز واکسن رو زدن، شما پادتنشون رو میگیرین در مقابل ویروس میذارین، بعد میبینیم که این ویروس رو کنترل میکنه یا کنترل نمیکنه. بعد میبینیم که متاسفانه ویروس افریقای جنوبی رو در واقع اون کنترلش 20-44% کاهش پیدا میکنه. پس این مثلا ضعف این واکسن ها خوب در مقابل این ویروس های جهش یافته مشخص میشه. حالا ببینیم که در زندگی واقعی چقدر این واکسن ها تاثیرگذار هستن. اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم چجوری میتونیم به اصطلاح واکسن ها رو با هم مقایسه بکنیم که ببینیم که کدومشون مثلا بهترن یا تاثیرگذارترن. اولا وقتی که ارزیابی میشن باید ببینین که اون سنینی که این واکسن در آنها ارزیابی شده چه سنی بوده. با هرچی سن بالاتر باشه دیدیم که واکسن کمتر عمل میکنه. یا گروه های آسیب پذیر میزانشون چقدر بوده. میدونیم که مثلا دیدیم که در افریقای جنوبی بخشی از جامعه چون HIV دارن، خب اون واکسن کمتر عمل میکنه. باید ببینیم اون ویروسی که در اون جامعه پخش شده چه نوع ویروسه. دیدیم که در افریقای جنوبی یا برزیل واکسن ها ظاهرن کمتر عمل میکنن، این ویروس های جهش یافته کمتر عمل میکنن. باید ببینیم میزان شیوع این بیماری وقتی که اون واکسن ارزیابی میشه چقدره. اگه خوب در کشوری این میزانو مثلا این ارزیابی صورت میگیره که مثلا در قرنطینه کامله، خب یه بخشش میتونه تاثیر واکسن باشه، یه بخشش هم میتونه تاثیر اون قرنطینه باشه. بعد باید دید که مثلا ارزیابی که میشه چیه. مثلا وقتی ما میگیم که پیشگیری از فرم وخیم، اون فرم وخیم رو چجوری ارزیابی کردن؟ اکسیژن تنها یا بستری شدن در ICU یا اینا رو هم باید دید که اینا همه برابر نیستن. وقتی که این ارزیابی ها صورت میگیره برابر نیستن و کشفرهایی هم که در اونجا این ارزیابی ها صورت میگیره برابر نیستن. مثلا در کشور فرانسه ما الان به یه داروهای دسترسی داریم که اونا رو میدیم که برای پیشگیری به اصطلاح تحول به فرم وخیم، ولی خب خیلی کشورها شاید این وسایل نداشته باشن، مثلا ایمونوگلوبولین یا پلاسموتراپی یا اینا. بعد زمانی که این ارزیابی صورت میگیره چه زمانیه، بعد از دوز دوم، چند روز بعد از دوز دوم، بعد از دوز اول، تمام اینا دیدیم که مثلا واکسن جانسون امریکا فقط یه دوزه، چه زمانی بعد از این دوز اول. بعد مسائل دیگر هم که هست برای انتخاب یه واکسن، مسائل لوجستیکی است. خب خیلی از کشورهای دنیا به یخچالای منهای 80 درجه حالا گفتن که با یخچالای منهای 20 هم میشه یا معمولی هم میشه نگهداری کرد، یا به اصطلاح امکاناتی ندارن که یه دوز دو دوز سه دوز بزنن. تمام اینا در انتخاب واکسن اهمیت دارن. برای نتیجه گیری دیدیم که واکسن یه هدف، از مهمترین هدفش پیشگیری از فرم وخیم بیماریه و
و برای این کسانی که بیشترین آسیب پذیری رو دارن، کسانی که سنای بالا دارن و ببخشید بالای 50 سال خیلی هم بالا نیست، بالای 60-65 که حتما باید بزنن، من فکر کنم بالای 50 هم باید زد برای پیشگیری فرم وخیم. حالا از من اگه بخوام بپرسیم با چه واکسنی، طبیعتاً واکسنی که کمترین عوارض جانبی داشته باشه، واکسنی که رو همه به اصطلاح ویروس ها عمل بکنه، ویروس های جهش یافته هم همینطور، تمام اینا اهمیت دارن برای انتخاب واکسن. این اولین هدف واکسن. هدف دوم واکسن اینه که مانع از مبتلا شدن بشه و یک مسئولیت ایمنی گسترده ایجاد بکنه که ما این شیوع کووید رو متوقف بکنیم. برای این کار دیدیم که باید 50%، 70% جامعه واکسن بزنن و خب بعضی کشورها این کارو کردن، مثلا اسرائیل کار کرده، امریکا داره میخواد روی این خط داره میره. اما برای این کار شما باید، دیدیم که سنای پایین یا وقتی که کووید میگیرن هیچ علائمی ندارن، اگه هم داشته باشن خیلی خفیفه. پس برای سنای پایین اگه بخواید شما این هدف رو داشته باشین، باید حتما یه واکسن ارائه بدین که عوارض جانبیش وخیمش بسیار 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 نادر باشه، وگرنه با مشکل برخورد میکنید. انتخاب واکسن، گفتم این واکسن های جهش یافته، اگه شما فقط پروتئین اسپایک رو در نظر بگیرین تنها، با این مشکل برخورد میکنین که شاید ویروس های جهش یافته عمل نکنه واکسنتون. شاید واکسن های سنتی تر که کل ویروس رو در نظر میگیرن بهتر در دراز مدت، در میان مدت یا دراز مدت بهتر عمل بکنن. البته به شما بگم که دیروز انستیتو پاستور فرانسه یه تحقیق منتشر کرد که نشون میداد که پاتنایی که از بیماران موج اول گرفتن، دیدن که این پاتنا مثلا ویروس افریقای جنوبی رو خوب کنترل نمیکنه. پس فقط شاید واکسن کل، واکسنی که با ویروس تمام ویروس ساخته بشه شاید هم خوب عمل نکنه، نمیدونم، واقعا باید دیدیم، ولی این موزل هست، وجود داره. زمان مسئولیت این واکسن ها باید در نظر گرفته بشه، باید دید که چقدر. بعد مشکل به اصطلاح دوزای بعدی این واکسن ها، دیدیم که این واکسن ها که با آدنوویروس درست شده شاید نشه با این واکسن ها دوزای بعدی را زد. از توجه شما بسیار سپاسگزارم، امیدوارم خیلی طولانی نبوده باشه. ممنون خانم دکتر، خیلی سپاسگزارم، خسته نباشید، میدونم که کار راحتی نبود. از عزیزانی که در این جلسه هستن هم سپاسگزارم که تحمل کردن. انشالله که مثل من خیلی چیزا یاد گرفته باشین. ما قرارمون این بود که تا ساعت، اگر بخوام به وقت اروپا بگم، تا ساعت 9، درسته 9 شب برنامه داشته باشیم، ولی حالا ببینیم اگر خانم دکتر خسته نیستن و سوال ها هست، یه خود ازشون خواهش میکنیم بیشتر وقت بدن برای این کار. آقای عبداللهی، یه تعداد سوال خواستن. اول بله، یه دقیقه اجازه بدید ببخشید. من خواهشم این است که دو جور میتونید سوال کنید، چون خیلی هم میبینم که دوربیناشون رو روشن نکردن و بنابراین امکان این که عقیده جان یا من ببینیم که دست برای نوبت خواستن بلند کردن، بنابراین هم میتونن دست بلند کنن، ولی ترجیحاً این است که روی قسمت چت اسم میسن وقت بگیرن. خواهشم این است که اگر سوالی دارین و شفاهی مطرح میکنین یا نظری دارین، بیشتر از 2-3 دقیقه نباشه، برای اینکه تعداد افراد زیاده. یک خواهش و اصرار دیگر ما این است که
تمنام این است که سعی کنید که سوالا و نظراتتون رو در چارچوب بحثی که امروز مطرح شده طرح بکنید که انشالله جلسه خوبی داشته باشیم. علی جان، پیش از اینکه شما بفرمایید نوبتی کیه، آقای دکتر صدارت با من تماس گرفتن چون مثل اینکه مجبورم برم بیمارستان، یه سوالی داشتن. من میخوام با عزت و پارتی بازی کنم، آقای دکتر صدارت سوالشون رو طرح بکنن و بعد به بقیه برسیم. من نمیدونم اسم خودشون نیستن اینجا، من نمیدونم با چه اسمی اینجا هستن. بسیار سوال خوبیه. خب میخوام شما یه سوال مطرح کنید تا من ببینم ایشون با چه چرا به اسم وی اس هستن. اوکی، بفرمایید. بله، خیلی ممنون هستم از شما خانم دکتر. بایستی که و آقای عبدالله متشکرم که از پارتی بازی که کردین، به هر حال حق آب و گل همکشوری و این حرفا رو شما ادا کردین، ممنونم ازتون. به هر حال عرض شود که من سخنرانی های زیادی رو راجع به این قضیه تو محیط کارم شنیدم. بایستی که این خوشحالی رو با شما شریک بشم که یکی از بهترین سخنرانی ها بود در مورد این مسئله و بسیار جامع، و من خودم شخصا بسیار استفاده کردم و از خانم دکتر خیلی خیلی متشکر هستم. در انتها یک اشاره کوچیکی کردیم، ولی این رو دوباره میخوام اگه ممکنه تاکید بفرمایید روش و نظرتون رو یک کمی مبسوط‌تر بفرمایید. از این آقای دکتر فاوچی چند ماه پیش بود، البته خب داستان خیلی فرق کرده، پرسیدن که اگر که تو میخواستی واکسن بزنی و همه واکسن ها در اختیارت بود، کدوم یکی رو میزدی؟ جوابی که داد این بودش که اونی که هرچه زودتر در اختیارم قرار میگیره. و حالا این سوالو با توجه به اینه که چند ماه از اون گذشته و اطلاعات جدیدتری در اختیار هست، اینو از شما میپرسم با توجه به تخصصتون. و قبلا هم خیلی متشکرم. خیلی ممنون آقای صدارت. آقای فوچی سن و سالی ازش گذشته. من آقای فوچی رو ببینیم در HIV خیلی فعالیت داشتن، خیلی هم زحمت کشیدن برای HIV. خب فکر کنم بالای 70 سال داشته باشه. خب بله، در این سنین هر واکسنی که هست، اولین واکسنی که آدم در دسترس داره باید زد، برای که در سنای بالا کووید 19 خیلی سریعا میتونه منجر به فرم وخیم و متاسفانه مرگ بشه. اینی که واقعا من فکر میکنم از بالای 65-60 هر واکسنی که اولین واکسنی که آدم در دسترس داره باید بزنه. امیدوارم که دادهایی که نسبت به واکسن ها خواهیم داشت بیشتر بشون و انتخاب ما در واقع بیشتر بشه تا بتونیم بهترین واکسن رو انتخاب بکنیم. ولی برای بخشی از جامعه اینقدر کووید 19 خطرناکه که ناچاران انتخابی اونچنانی درباره واکسن وجود نداره. اینی که من فکر میکنم هر واکسنی که زده بشه واسه اونایی که آسیب پذیرن باید زده بشه. یعنی هر واکسنی که زودتر میتونیم بزنیم. صداتون قطع. آره فیروز. تمام این واکسنایی که من به شما نشون دادم تقریبا همشون از فرم وخیم پیشگیری میکنن، ولی میگم این ضعف این واکسن ها در مقابل ویروس های جهش یافته است. یعنی کسانی هم که اینجا واکسن زدن، من نمیدونم که چه مثلا مسئولیتی در مقابل ویروس های جهش یافته خصوصا مال افریقای جنوبی یا مال برزیل دارن و ویروس های جدید که یقینا پیدا خواهند شد. اینه که من توصیه میکنم که زده بشه، ولی با این اطلاع که شاید میگم در مقابل ویروس های جهش یافته مسئولیت نداشته باشیم. اگر جان بفرمیشون خانم وفا بخت گرفتن. یک دنیا ممنون خانم ونیست، بسیار بسیار استفاده بودیم، خیلی جامع از خیلی جهات اطلاع پیدا کردیم که خب میتونه کمک باشه برای تصمیم گیری. خیلی ممنونم. من 5 تا سوال دارم که 2 تاشو نمی کنم چون میدونم بقیه دوستان هستن، اونو اگر وقت بود بعدن آخر کار، ولی این 3 تا رو سری میگم.
یکی این که شما در معیارهایی که گفتید برای واکسن کرونا شمردن این است که بین 1 تا 5 سال یا 10 سال مسئولیت ایجاد کنه. درسته که الان بیشتر از چند ماه نگذشته از زدن واکسن، ولی آیا میشه تعیین کرد که چند سال یا به سال میرسه اصلا به 1 سال که مسئولیت ایجاد کنه برای اونایی که زدن؟ سال دومم این است که بازم یه کمی مضحک به نظر میرسه موقعی که الان هنوز جنگ بین واکسن و واکسن به اندازه کافی در اختیار نیست، ولی میشه حتی مثلا یک نفر 2 تا واکسن از 2 نوعی مختلف بزنه، مثلا فایزر رو بزنه بعدش هم به خاطر این که نمیدونه آیا چقدر مسئولیت پیدا میکنه اگر در دسترسش بود واکسن روسیه 26 رو بزنه، این اصلا امکان یعنی بدن تحملش رو داره. سوال سومم هم این هست که آیا اینجور من متوجه شدم، شاید اشتباه متوجه شده باشم، اینکه آدمایی که سنشون بالاست و واکسن رو زدن، فرض کنیم فایزر رو زدن، با این وجود امکان ابتلایشون به این ورژن‌های جدید مثلا ویروس انگلیسی وجود داره، پس باید هنوز ماسک بزنن برای حفظ خودشون از ابتلا به این نوع به اصطلاح ویروس جدید؟ این لازمه، یا یعنی اینکه میتونن، چون متاسفانه فکر کنم این حس در آدم ایجاد میشه که حالا که من واکسن زدم، دوز دومم زدم، تقریبا دیگه مسئولم، ممکنه لازم نیست من ماسک بزنم. این توصیه رو شما میکنید یا نه؟ خیلی ممنون. دوران مسئولیت این واکسن ها هنوز مشخص نیست، خود بیماری هم مشخص نیست، یعنی 6 ماه هست، شاید بیشتر از 6 ماه، ولی هنوز اون زمان نگذشته که واقعا این مشخص بشه. پس من به این جواب، به این سوال شما نمیتونم الان جواب بدم، با زمان میخواد تا ببینیم که واقعا دوران مسئولیتی که ایجاد میشه چقدره. آیا میشه از فایزر استفاده کرد بعد از آدنو ویروس شدنش؟ که میشه، انگلیسی ها هم مثل که کردن، ولی مثلا عمل کردش چطور خواهد بود و این هنوز مطالعه نشده، این باید مطالعه بشه. سوال سوم راجب عمل کرده این واکسن ها در مقابل ویروس های جهش یافته، یه چیزی که میتونم به شما بگم اینی که در برزیل این ویروس جهش یافته چرا رفتن به اصطلاح نگاه کردن که این چه نوع ویروسیه، برای که در جایی این ویروس اومد جهش یافته که در موج اول خیلی به اصطلاح مردم آسیب دیده بودن و تعجب کردن که این دوباره این ویروس پیدا شده، در صورتی که به میزان بالا مردم مبتلا شده بودن. در افریقای جنوبی همین موضوع بوده، دیدن که در جایی این مثلا که موج اول خیلی قوی بوده دوباره یه موج جدیدی اومده و ویروس رو نگاه کردن دیدن این ویروس جهش یافته است. پس الان تازه مطمئن نیستیم که وقتی که ما یک بار مبتلا شدیم واقعا میتونیم در مقابل این ویروس های جهش یافته مسئولیت داشته باشیم. امیدوارم که حداقل یه مسئولیتی داشته باشیم که از فرم وخیم این ویروس ها پیشگیری بکنیم. اون تحقیقی که تازگی ها چاپ شده در مورد افریقای جنوبی با واکسن آسترازنکا بوده در افریقای جنوبی، ولی این تحقیق در جوانای 30 ساله صورت گرفته. خب به شما نشون دادم که در واقع پیشگیری این واکسن 20% بوده برای ویروس های جهش یافته افریقای جنوبی، 10% بوده، ولی آیا فرم وخیم رو پیشگیری کرده یا نه اینو ما نمیدونیم، بلکه در میگم سناشون خیلی پایین بوده. خب این سنا اصلا فرم وخیم خیلی نادره، اینه که اینو ما نمیدونیم، باید دید که امیدوارم که حداقل روی فرمای وخیم این پیشگیری صورت بگیره. ولی این چیزی که من میتونم به شما بگم که در یه شهری که در شرق فرانسه است، اونا واکسن ببخشید ویروس افریقای جنوبی پخش شده در این شهر
و اکثر کسانی که مبتلا به این ویروس شدن به با ویروس افریقای جنوبی بوده. بعد در یه خونه سالمندانی که واکسن زده بودن، دو دوزش رو زده بودن، خب دو تا از سالمندان مبتلا شدن با اینکه دو دوز فایزر رو زده بودن. خب آدم میتونه بگه که اونا سنایشون خیلی بالا بوده، خوب به واکسن جواب دادن، ولی دو تا از کارمنده هم که دو دوز زده بودن هم مبتلا شدن و کارشون هم به بیمارستان کشید. اینه که من فعلا با اطلاعاتی که دارم هنوز خیلی با احتیاطم، یعنی همیشه ماسکو میگم با این که واکسن هست باید این ماسکو اینا رو رعایت کرد. ببخشید آقای مسعود قفرانی ها منطقه فکر کنم که دارم من سوالشون رو بخونم چون سوالشون نوشتن که من 63 ساله هستم از کانادا و تنگی نفس انفسیما دارم، کدام واکسن برای من مناسب خواهد بود؟ آقای مسعود قفرانی ها، اگه شما به فایزر و مدرنا دسترسی دارین به نظر من ارجحیت داره، اگر نه آسترازنیکا. گفتم محدودیت ویروس های به اصطلاح که واکسن هایی که با ویروس با آدنو ویروس تولید میشن دوزای بعدیشونه و البته عوارض جانبیشون که مشاهده شده، البته اون عوارض جانبی بیشتر در زنان بوده و در سنین زیر 55 سال. آقای علی من الان دارم شما بفرمایید. خیلی متشکرم، شبتون بخیر خانم دکتر بنی صدر. خیلی استفاده کردم از صحبت‌های شما و واقعا تشکر می‌کنیم و افتخار می‌کنیم که شخصیت‌های مثل شما رو داریم که واقعا سرمایه ملی هستن. اگه اجازه بدید منم یه چند تا سوال داشتم، البته خیلی کوتاه اینا رو میگم که شما بتونید بهشون بپردازین اگه میتونین. یکی راجب این بودش که آیا درست کردن واکسن های بعدی که بخوان این رو تغییر بدن و جوری بسازن که این ویروس های جهش یافته بتونن روش اثر بذاره، آیا ساختن این واکسن ها به مراتب راحت تره یا اینکه برای اینا هم کاملا باید دوباره اصلا یه تحقیقاتی بشه و ممکنه اصلا هیچ موقع نتونن درست بکنن؟ سوال دومم راجب واکسن های ایرانی هستش. الان من تو اخبار دارم میخونه که ایران خودش داره یک یا دو تا واکسن درست میکنه. اطلاعات شما راجع به واکسن هایی که ایران داره درست میکنه و در حال تست هستش چیه و نظرتون چیه؟ و سوال آخرم مربوط میشه به کودکان و واکسن هایی که روی کودکان احتمالاً ممکنه تست بشه و در حال تست شدن هستش، نظرتون راجع به اینا چیه و آیا توصیه میکنید که اگر واکسنی اومدش که توصیه بشه برای بچه‌ها، بچه‌ها هم بزنن یا اینکه برای بچه‌ها فکر می‌کنیم که لازم نباشه؟ خیلی متشکرم. برای تولید واکسنایی که بخوان رو ویروس‌های جهش یافته عمل بکنن، در واقع خیلی خودشون میگن خیلی آسونه. این ژنی که پروتئین اس رو تولید می‌کنه رو به مال این جهش یافته رو برمی‌دارن و یک مجموعه درست می‌کنن که بشه رو این ویروس ها هم عمل بکنه. خودشون میگن خیلی راحته، حالا من زیاد باده نیستم، قاعدتا باید راحت باشه. البته گفتم واسه واکسن ها که از آدنو ویروس درست میشن من فکر میکنم که نشه چند بار این واکسن ها رو زد و واکسن های ارنا رو هم من نمیدونم که شما، ولی که عوارض جانبی آنها رو حالا تازه اینا استفاده میشن الان فعلا بعد از یه دوز دو دوز به اصطلاح عوارض جانبی خیلی سختی مشاهده نشده، ولی نمیدونم که واقعا بشه اینا رو همینطوری تکرار کرد. این باید این مسئله مطالعه بشه. راجع به واکسن های ایرانی، اون چیزی که من دیدم این همکاری با کوباست و اینی که این همین که به شما نشون دادم که میخوان به اصطلاح ارزیابی بالینی فاز سومش رو در ایران انجام بدن رو 150,000 نفر و از بیشتر از این اطلاع ندارم. راجع به کودکان،
مثلا استثنان فرم وخیم پیدا میکنن، خیلی استثناست پیش میاد، یعنی بعضی با کودکان هم بستری میشن، ولی استثناست. اگه قرار کودکان رو واکسن بزنن، بیشتر برای این ایجاد مسئولیت گله‌ایه و باید در این صورت از یه واکسنی که استفاده کرد که واقعا هیچ تقریبا عوارض جانبی وخیم نداشته باشه. روش کار دارن میکنن، ولی هنوز اون مثلا تجربه رو نداریم که بتونیم بگیم که واکسن همچین واکسنی هنوز پیدا شده باشه. خیلی ممنون. آقای رایی بفرمایید. خیلی ممنون. با سلام مجدد به شما خانم بنی‌صدر و دوستان گرامی. خانم بنی‌صدر، من سوالای زیادی نوشتم ولی چند تا رو به همین دو سه دقیقه مطرح می‌کنم که یک مقدار تنوع ایجاد بشه توی پاسخ‌های شما. آیا ما با واریته‌های مختلف و با جهش‌های مختلف ویروس کرونا فقط مواجه هستیم که پیچیدگی ایجاد کرده، یا اینکه پاندمی‌ها یا اپیدمی‌های پنهان یا ناشناخته‌ای هم وجود داره که اونا رو میشه حد زد و ممکنه اثر گذاشته باشه بر اینجا؟ سوال دوم من این استش که اون گفتید در مورد فایزر، این سوالی که کردم سوال آقای دیدی قبول هستش، ایشون این سوال مطرح کردن که ممکنه پاندمی‌ها یا اپیدمی‌های پنهانی هم وجود داشته باشه. آیا با این توضیحاتی که دادین میشه نتیجه گرفت که فایزر، واکسن فایزر و مودرنا حد اکثر چند ماه یا چند سال تاثیر داره، بعد دیگه نمیشه ازشون استفاده کرد، باید به فکر یه فکر دیگه کرد؟ و اگر اینطور هست آیا واکسن جانسون هم همین مشکل رو داره؟ سوال بعدی من این هستش که آلودگی هوا چه تأثیری داره در این توزیع؟ چرا که الان در فرانسه، در غرب فرانسه کمتر ابتلا ایجاد شده و در شرق فرانسه که کوه هستش و بسته تر هستش، این و همسایه هم بیشتر داره، اون طرف غرب فرانسه اقیانوس و دریا و ایناست، آیا این آلودگی هوا تأثیر داره در توزیع کرونا؟ یعنی وزش باد و بازی هوا تأثیر داره در پخش کرونا؟ میشه نتیجه گرفت از این تفاوت ابتلا در شرق و غرب فرانسه که آلودگی هوا یکی از عوامل اساسی هستش؟ آیا دیر واکسن رو سفارش دادن اروپا و با قیمت بالاتر نخریدن، آیا یک قابل توجیه هست، قابل پذیرش هست، و یا این رو میشه به عنوان یه اشتباه بزرگ اروپا در نظر گرفت؟ یعنی یه نوع تکبر اروپایی نبوده که سرمایه گذاری کردن و پیشبینی کردن بر روی فعالیت‌های خودشون و اینکه واکسن‌های خودشون رو ارجحیت برشون ایجاد کنن، با وجود برای اینکه سرمایه گذاری زیادی مثل امریکا نکردن؟ خیلی ممنون، مرسی. گفتم که این واکسن‌هایی که فقط رو به اصطلاح اساسشون پروتئین اسپایکه، احتمالاً دور زمانشون کوتاه باشه، برای که این ویروس دائم تغییر میکنه جهش، و دیدیم که در مواردی این واکسن‌ها عمل نمی‌کنن، پس من فکر کنم دورشون طولانی نباشه متاسفانه. اینو زمان میخواد تا اینو مشخص بشه، ولی این مشکل وجود داره. راجع به آلودگی هوا چقدر تاثیر داره واقعا من نمیدونم، اصلا تخصصی در این مورد ندارم، نمیتونم پاسخی بدم. درباره اروپا، بله فاجعه است، برای که یه مقاله بود فکر کنم تو در لوموند که میگفت که امریکا یا 20 تا 30 میلیارد سرمایه گذاری کردن برای تحقیق درباره واکسن، انگلیس 10 میلیارد، کل اروپا به جز انگلیس 3 میلیارد. خب نتیجهش هم همینی که هست، کاملا به واردات واکسن وابسته است. خیلی ممنون. آقای منصور، یه لحظه اگه
عزیزم سوالشون رو نوشتن، میخواییم بخونی شما. بخونم. چشم، ببخشید. با سلام و خسته نباشید و تبریک سال نو. سوالم این است که فرمودید که ساختن واکسن به زمان زیادی نیاز داره و گاهی به 10 سال هم طول میکشه. این درست، ولی بعد از اینکه ساخته شد آیا کشورهای مختلف که با مشکلات خرید مواجه هستند نمیتوانن با تهیه چند واکسن و تجزیه کردن در آزمایشگاه از روی آن تولید کنند و آیا اجازه ندارند یا اینکه توانایی تولید ندارند؟ چرا واکسن را بر روی بازو میزنند؟ اولا که یک کشورهایی هستن که کوبا 4 تا واکسن روش داره کار میکنه، با اینکه کشور فوق‌العاده کوچیکی هست، امکانات خیلی کم، ولی این سابقه تاریخی رو دارن که رو واکسن کار میکنن و چند تا واکسن رو مثلا تولید کردن. مولای اموفیلوس بی، مولای مننژیت بی کار کوبا بوده، یکی از کارهای کوبا بوده. هند با امکاناتی که داره رو چند تا واکسن داره کار میکنه. تمام این نوع واکسنایی که من به شما نشون دادم هندیا کار میکنن. پس این امکانات مثلا بعضی کشورها روش سرمایه گذاری کردن و کار دارن میکنن، امکان داره. حالا که این بعضی واکسن ها این قوه داشته باشن و اجازه این نداشته باشن که بتونن تولید بکنن، مثلا واکسن های RNA واقعا نمیدونن، ولی میدونن که مثلا فرانسه روش داره کار میکنه، چین روش داره کار میکنه، یکی اصلا یه واکسن روش داره کار میکنه. فکر کنم که در صورت اگه این پاندمی همینطوری ادامه پیدا بکنن، اینا نتونن که مثلا مانع این بشن که کشورهای دیگه واکسن تولید بکنن، برای که چاره جز این نیست که تمام بشریت به این واکسن ها دسترسی داشته باشه. سوال چی بود؟ چرا روی اینجا میزنن واکسن؟ همیشه روی اینجا میزنن. خانم فریبا فلاحی، من دارم سعی میکنم که شما را میوت کنم، ولی بفرمایید، نوبت شماست. سلام. گیرزی جون، من ببخشید وقت خودم بستم، ممکنه که مسائل گفته شده باشه، ولی من قبلا تو ذهنم بودم راجع به واکسن جانسون جانسون. همسر من این واکسن رو به عنوان داوطلبانه انتخاب کرد و رفت برای این که این واکسن رو بهش بزنن. این واکسن رو در 2 مرحله بهش زدن و یه دبل‌بلایند ترایل بودش که خوشبختانه این آقا واکسن اصلی رو گرفته، نورمال سیلان نبوده، آب نزدم بهش. خواستم ببینم که این واکسن این واکسن جنسن مثل این که از بلژیکه که چه فرقی با اون جانسن ان جانسن داره، یا این آزمایش ها در حقیقت در حالت آزمایشیه. و یه چیز دیگه که میخواستم بگم، متاسفانه گفتم دیر اومدم، این اسلاید ها در میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم که من اطلاعاتی رو که نگرفتم بگیرم؟ بله البته. بله، این مال جانسن رو در ارزیابی ها دو دوز زدن، ولی تصمیم گرفتن که همون به یه دوز به اصطلاح بسنده بکنن. گفتم این دوزای به اصطلاح بعدی با این خطر اینی که پاتن تولید بکنین و اون واکسن رو بی اثر بکنین مواجه است، فکر میکنم برای این یک دوز بیشتر انتخاب نکردم. اوکی، ببخشید. من سوال بعدی مال آقای سیاوش اوستاست. ایشون گفتن با درود فراوان و مهر بسیار سرکار خانم پروفسور فیروزه بنی‌صدر، با سپاس فراوان از فرمایشات بسیار مفید شما، چون خود حضرت عالی یکی از شخصیت‌های برجسته بیماری‌های عفونی در پژوهش و درمان هستید. پرسش این است که خود شما در صورت
ببخشید من این کسی مطلب دیگه نوشته پرسش این است که خود شما در صورت تمایل دو واکسن معتبرتر را معرفی بفرمایید و پرسش دوم این است که سه متخصص روسی یک اروپایی و دو پروفسور آمریکایی اعلام کردند که کلیه واکسن ها ریشه و مبدا چینی داشته و که در کشورهای مدعی ساخت مونتاژ می شود به سان لوازم یدکی کل اتومبیل ها که برای تویوتا، رنو، سوزوکی و غیره در چین ساخته و در کشورهای دیگه فقط مونتاژ می شوند با تغییراتی بسیار اندک. با سپاس از مهر و پاسختان سرکار خانم دکتر فیروزه که ما همواره به وجود مبارک شما افتخار کرده ایم. سیاوش اوستا. خیلی ممنون. من راستش تا یه هفته پیش اگه از من سوال میکردی میگفتم که مثلا واکسن فایزر و مدرنا یا آسترازنکا همونقدر عمل میکنن و اینا برابرن با این محدودیت که برای آسترازنیکا قائل هستم که میدونم که اینا رو نمیشه اندوز زد، ولی خب این عوارض جانبی که پیدا شدن و وخیم بودن الان میبینیم که اون با مدرنا و فایزر کمتر بوده دیگه، در امریکا به صورت گسترده استفاده شده، در اسرائیل به صورت گسترده استفاده شده و گزارش عوارض مثلا وخیم آنچنانی داده نشده، در صورت که الان با آسترازنیکا خودمون مواجه هستیم. من مثلا میبینم اون جوانایی که زدن عوارض سختی داشتن و خب الان من ترجیحاً فعلا میگم که الان 3 تا بیشتر دسترسی نداریم و این ترجیحاً فایزر یا مدرنا رو توصیه میکنم. ببخشید از جمع من برای خودم وقت گرفتم، میخواستم بپرسم من یه ذره از واکسن خارج میشم، بعد دلم میخواد راجبه این برامون تعریف کنیم که برای کادر درمان، پزشکا، نرسا، همه کسایی که در بیمارستان کار میکنن این شرایطی که کرونا به وجود آورده بود چه جوری بود و چه تاثیر روحی برای اینا گذاشته و برای شما چه جوری بود و دلم میخواد که یه ذره از تجربتون دلم میخواد بشنوم یه ذره از تجربتون. بعد سوال دومم اینه که میخواستم بپرسم که خب موقعی که شما تصمیم گرفتین که روی مریضاتون از کورتون استفاده بکنین، اون موقع حتی WHO بر یعنی توی چیز پروتکل‌های WHO میگفتن نباید استفاده بشه، بنابراین خیلی هستن، من مطمئنم مطمئن که احتمالاً پزشکای دیگه‌ای هم مثل شما بودن که چنین چیز به ذهنشون رسیده ولی این شجاعت رو نداشتن که به احساس و علم خودشون عمل بکنن. چی شد که شما این شجاعت رو پیدا کردین و تصمیم گرفتین که نه با این اینو استفاده میکنین، از این دارو استفاده میکنین؟ اولی که این بیماری، اولین بیماری که ما در بخشمون داشتیم در 27 فوریه 2020 بود که شبش اومد، فردا شبش منتقل به آی سی او شد. 50 ساله بود، 60 ساله بود، زیاد موسه نبود. بعد همینطوری این تعداد بیمارا زیاد شد و خب ما از همون اول من شروع کردم در این جلسات عمومی که با پزشکای فرانسوی داشتیم شرکت کردن که ببینیم که از این بیماران چجوری رسید به آنها چجوری رسیدگی بکنیم. متاسفانه اون 3 هفته اول حیوانی ها می اومدن و درصد بالایی از آنها از بین می رفتن آی سی او، بعد از بین می رفتن و واقعا رویا خیلی خراب بود. یعنی من خودم حالا واسه کردم در جریان کاره زیاد مثلا
نه که تحت تاثیر قرار نمیگیره، ولی خب من مسئول اون کار تیم پزشکی و پرستارا و اینا بودم و یک کار من این بود که دلداری دادن و اطلاع رسوندن به تیم بود. ولی واقعیتش اینه که خیلی شبا که میرفتم پرستارا گریه میکردن، یعنی دکترها، پزشکا، انترنا اینا همه گریه میکردن که بلکه میدیدن که یه مثلا بیمارای جوان از بین رفتن و خیلی تحت تاثیر قرار میگرفتن. احساس ناتوانایی کامل داشتیم و خب ترسم در وجود خصوصا پرستارا، کمک پرستارا بود، ولی که اینا خب اکثرشون مادرای جوان بودن، هم واسه خودشون میترسیدن ولی هم برای بچه هاشون و همسرشون، خانوادهشون، و خب طبیعتا این با ترس و لرز واقعا می اومدن سر کار و وحشت، و این من وحشت رو مشاهده می کردم. خوشبختانه وقتی که به این رسیدیم، اولین وقتی که این کورتون مورد استفاده قرار گرفت، اصلا کاملا رویه تغییر کرد و از مثلا احساس ناتوانایی به احساس توانایی و یه شادابی در مثلا در تیم پیدا شد، خوشبختانه، برای که اگه اینطوری ادامه پیدا میکرد یقینا واقعا خیلی سخت برای همه میگذشت. منو به یاد اوائل اپیدمی ایدز HIV انداخت که واقعا وحشتناک بود. من دانشجوی پزشکی بودم و اولین بیمارای ایدزی رو میدیدم که همسن و سال ما بودن یا جوانهای بودن، و بر عرض چند هفته یا چند ماه می دیدیم که اینا از بین میرن و در شرایط خیلی بدی از دنیا میرن. این احساس ناتوانایی رو من یاد اون زمان انداخت. حالا چطور شد که من به این مسئله کورتون رسیدم؟ در واقع من هر شب 2 ساعت یا 3 ساعت زمان میذاشتم تمام مقالاتی که در وارد کووید 19 در میومد و میخوندم، یا اگه تو روزم وقت پیدا میکردم میخوندیم، و عموما دکترهای دیگه هم همین کار رو میکردم. من با 2 تا مقاله مواجه شدم که کاملا این دید منو تغییر داد. 2 تا مقاله بودن راجب به اصطلاح تحول میزان ویروس در بدن و از کی سیستم ایمنی شروع به کار میکنه و پاتنت تولید میکنه. این 2 تا مقاله نشون میداد که بیشترین ویروس رو ما در روز اول علائم داریم، ولی بعد از 7 روز این میزان ویروس از بین میره. اصلا بعد پاتن هم تقریبا از روز 7 شروع بدن شروع میکنه تولید کردن، و دیگه با تولید این پاتن ها و فعال شدن سیستم ایمنی دیگه روزای مثلا در هفته 2 ویروسی وجود نداره. اونجا متوجه شدم که پس این ریه که التهاب درش به وجود میاد ناشی از به اصطلاح عملکرد مستقیم ویروس نیست. اگه در این صورت بود ما باید یه دارویی بدیم که اون ویروس رو متوقف بکنیم. نه، ویروس دیگه نیست. ما هم که با دارو نداشتیم که روی این ویروس عمل بکنه. پس اون التهاب ناشی از واکنش سیستم ایمنی بدنه. من این 2 تا مقاله رو که خوندم گفتم، و دیدیم که مریضای ما هم هفته 2 به اصطلاح وضعشون وخیم میشه و از بین میره. متوجه شدم که پس اینجا و التهاب به اصطلاح که دارن و خیلی راحت با آزمایش خون و اینا میشه مشاهده کرد. گفتم پس این با یه دارویی داد که این التهاب رو کم کرد. اولین دارویی که هست، قدیمی ترین دارو، ارزون ترین دارو، رایج ترین دارو، کورتونه. میدونستم که به اصطلاح هم سازمان ملل بهداشت، جهانی بهداشت، یا خود به اصطلاح وزارت بهداشت فرانسه این استفاده از کورتون رو توصیه نمی‌کردن. وقتی که استفاده کردم با ترس و لرز روی بیماری که دیگه انترن شروع کرده بود مورفین و به اصطلاح که راحت بره از دنیا تجویز کرده بود، برای که واقعا نفس‌تنگی شدید داشت.
گفتم که خب پس میخوام که داره از بین میره بذار این کورسون رو بدیم ببینیم که چی میشه. خوشبختانه این مریض نجات پیدا کرد. خب اگه از بین میرد شاید من دیگه جرأت میکردم در مریضای دیگه اینو استفاده بکنم. اینو با ترس و لرز هر روز میومدم بیمارستان، اولین چیزی که دنبالش بودم که ببینم حال این مریض چی جوری. خوشبختانه نجات پیدا کرد. هر دیگه وقتی نجاتم پیدا کرد هر روز میرفتم میدیدمش، میگفتم تو به اصطلاح آفتاب روز منی. خلاصه بعد که اینو دیدم، بعد دو تا مریض جوان‌تر تست کردم که اونا در حد حالشون وخیم بود که به صراحه ای صحبت میشو که اینا رو به آی سی یو ببرن. خوشبختانه اونا رو هم جواب دادن، خوب شدن. دیگه این سه نفر که شد من تمام تیمم رو جمع کردم، این دادای مقالات رو بهشون نشون دادم، بهشون گفتم که این مریضا جواب دادن. خب طبیعتاً یه عده مردد بودن، میترسیدن و اینا. یه بهشون گفتم ببینین میخواین نمیخواین، اقلا اونایی که از شما میدونی که دارن از بین میرن دیگه رو اینا اقلا این کورسون رو بدین. خب همه مشایخه باید که سریع بعد از چند روز، سه روز، چهار روز اینا تاثیر کورسون مشاهده میشه، مشاهده شد و خلاصه این دیگه کار جمعی شد. ولی باید بهتون بگم در خود بیمارستان من یه عده بودن که خیلی وحشتناک علیه من زدن که چرا این کار رو میکنن و هی تبلیغ کردن و گفتن و اونم فلان. ولی من خب همون بعد از چند روز که متوجه این مسئله شدم به همکارام در سطح به سر فرانسه گزارش دادم. همشون از من پروتکلم رو خواستن خیلی هاشون و خلاص بهشون گفتن اقلا شما روی مریضایی وقتی مثلا امتحان کنید، اگه نشد بعد متوقف کنیم ولی بکنیم. همشون کردن ولی خیلیشون با واکنش های یه دکترهای دیگه سخت یه دکترهای دیگه مواجه شدن. مثلا در یه بیمارستان بزرگ پاریس همکارم میگفت که این رئیس بخش آی سی یو و به اصطلاح رئیس دانشگاه اون منطقه با فوش و فوشکاری که شما چرا کورتون دادین به این بیمارا و فلان و اینا، اصلا خیلی صورت بدی برخورد میشد با این دکترها که کورتون میدادن. و هنوز که هنوزه من به شما دارم میگم این کورتون هم زمان میخواد، هم دوزش باید به اصطلاح درست داده بشه، هم دورش باید درست داده بشه و شمار مهمی از بیمارایی که از بین میرن ولی که نه دوز درست بهشون دادن، نه در زمان درست بهشون دادن، نه مدت به اصطلاح درست کافی به اینا کورتون داده شده. و هرچی هم باشون بحث میکنی با یه دکترها اصلا نمیخوان بپذیرن این مسئله. خیلی میگم به نظر من بعضی برخوردهای واقعا دوگماتیک دارن نسبت به مسائل و این در صورت این تجربه خیلی دید منو نسبت به خیلی مسائل باز کرد. یه مسئله این اساسی اینه که شما اگه تو به اصطلاح هر روز با برخورد با بیمار برخورد نکنی و مطالعه نکنی نمیتونی خودت یه دید مستقلی نسبت به به اصطلاح بررسی بتونی این به اصطلاح دید انتقادی به نسبت به اون تمام این نوشته‌ای که در باره این بیماری میشه رو داشته باشی. خب خیلی مقالات راجع به این موضوع در اومد و اینا و خیلی مقالاتش وقتی من میخوندم که کسی که اینو نوشته محاله که با مریض سر کار داشته باشه. این مسئله که خود آدم باید واقعا مشرف باشه به این بیماری تا بتونه اون مقالات و یا سفارش هایی که منتشر بشه بتونه با دید انتقادی باش برخورد کنه. خیلی ممنون. خیلی جان ببخشید عذر میخوام فیروز خانم، آقای اوستا یه بخش دیگه سوال داشتم من نمیدونم شما جواب دادین یا نه، با اونم این بود که سه متخصص روسی، یک اروپایی و دو پروفسور آمریکایی اعلام کردن کلیه واکسن‌ها ریشه و مبدا چینی داشته. ببخشید عقیل جان اگر میشه اونم اگر جواب ندادین لطفا جواب.
چینی ها یه کار خوبی که کردن اینه که تا این خیلی زود تمام ژنوم این ویروس رو در دسترس همه قرار دادن. ویروس چینی، ویروس اولی رو دادن. اینه که خیلی اونایی که خیلی سریع تونستن روش کار بکنن و این واکسن رو تولید بکنن. اگه این منظورشون این باشه، آره این کار رو کردن، یعنی ژنوم کامل ویروس رو در آوردن و در اختیار همه گذاشتن. آقای شیروان آقایی بفرمایید. سلام عرض کردم. عرض میخوام فیروز عزیز، من یک بار اگه یادت باشه سوال ازت کردم در مورد این که من هنوز واکسنی نزدم، اما اخیراً توی دانمارک همین واکسن آستنزیارد یعنی همون مال انگلیس که زده شده، 3 نفر به اصطلاح مرده، 10 نفر هاشون وخیمه و یک به اصطلاح بسیار بسیار وخیم. به همین دلیل فرض را بر این میگم، من الان خودم موندم و مثلا اگر ماه دیگه نوبتم بشه و همچنین مثلا بخوام استفاده کنم از این واکسن، واقعا مرددم، برام سخته. میخواستم ببینم نظر شما چیه. سلام شیروان جون، تا اونجا که اطلاع دارم اصلا دانمارک متوقف کرده استفاده از آسترازنیکا رو به خاطر همین مواردی که پیش اومده، و اگه واکسن برای شما پیشنهاد میکنن فکر کنم فایزر یا مدرنا باشه، ولی شما میتونین بخواین ازشون که بپرسین که چه واکسنی قراره به شما بزنن. بعد خانم فریبا سوال کردن، ایشون گفتن با سلام و سپاس از صحبت‌های مفید و ارزنده خانم دکتر بنی‌صدر گرامی، خواستم سوال کنم آیا ممکن است که ویروس کرونا در جهش‌های متعددی که داشته است به جهشی برسد که حضور و زیست ویروس را در کنار انسان بی‌خطر گرداند، یا اصولاً همیشه جهش‌های ویروسی آن را پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌کنند؟ نه، همیشه پیچیده‌تر پیچیده‌تر شاید بکنه، ولی همیشه خطرناک‌تر نمی‌کنن. نه، اتفاقا میتونه به یک ویروس مثلا معمولی یه نوع سرماخوردگی تحول بکنه. بله، این میشه که این تحول پیش بیاد، ولی خب فعلا که پیش نیومده و باید از این فرمای وخیم این ویروس پیشگیری کرد. آقای عبدالله مثل این خودشون سوال دارن. بله، خیلی ممنون فرجان، خسته نباشین، خیلی هم طول کشید، ولی من یه سوال دارم. همینجوری که در ابتدای صحبتام گفتم، این ویروس و این پندمیک برای این واقعیت که این همه تلفات داده، مشکلات ساختاری قدرت سیاسی اقتصادی رو تو جهان تو کشورهای مختلف آشکار کرده. من می‌خواستم ببینم تجربه شما از این نظر، می‌دونم که شما ضمن همه این زحمت‌هایی که کشی به فعالیت‌های تحقیقی سیاسی‌ت هم ول نکردی. حالا می‌خواستم نظر شما رو با تجربه عینی که از این مسئله داشتین چی دیدین؟ نظرتون چیه؟ خب خیلی صحبت ها میشه راجبش کرد، ولی خب در مورد مثلا بهداشت فرانسه من مثلا نظر بدم. ما خب با مشکلات خیلی سختی مواجه شدیم، اول که ماسک نبود و تولید ماسک در فرانسه دیگه صورت نمی گرفت و کاملا فرانسه وابسته بود به واردات ماسک. بعد متوجه شدیم این زمانی که نمیتونیم تستای کووید رو انجام بدیم، برای که این تستا در فرانسه تولید میشد، شرکت امریکایی یا چینی این تستا رو تولید میکردن و فرانسه کاملا وابسته به این جریان بود با این جهانی سازی و به اصطلاح صدور به اصطلاح صنعت در کشورهای دنیای سوم، فرانسه این استقلال رو از دست داد. ما برای داروهای اساسی آی سی یو باز کمبود داشتیم و هر روز باید میدیدیم که داریم نداریم، چجوری میشه استفاده کرد، و این وابستگی وجود داشت.
در تولید دارو اینم همینطور، در تحقیقات ما خب فرانسه خیلی عقب افتاد با یه واقعیتی، واکسن برای که واکسن سرمایه گذاری هم با اینکه سرمایه گذاری هم شد در یه شرکت فرانسوی، ولی چون که خلاصه این مثلا من فکر میکنم که فکر کردن که در رقابت با واکسن های فایزر یا مدرنا شد اون مثلا میزان پاسخ گویی واکسن پایین تره، این تحقیقات رو متوقف کردن، دنبال نگرفتن، در صورت که ما به انواع واکسن ها، یعنی در واقع لازم داریم که تحقیقات بگیری راجع به واکسن داشته باشیم، برای که خب اگه این واکسن ها خوب عمل کردن ولی احیانا اگه بد عمل می کردن، خب ما باید بتونیم که به نوعی واکسن های دیگه مثلا دسترسی داشته باشید، ولی خب تمام این تحقیقات متوقف شد و سرمایه گذاری درش نشد و من کاملا احساس کردم که در یک دنیا، در کشوری دنیای سوم دارم زندگی میکنم و این کاملا استقلال مثلا در فعالیت های استراتژی که یک کشور، این کشور وابسته بود. خب الان خب اینا وارد میشه، ولی الان خودشون متوجه شدن که باید به استقلال، به موضوع استقلال توجه اساسی بکنن. بعد موضوع دیگه که مشخص شد اینه که خب تمام بار این به اصطلاح رسیدن این بیمارا روی زنان و مردانی بود که با کمترین حقوق به اینا میگفتن خب بیاین بدون ماسک به این مریضا برسین، ما حقوقهای خیلی پایینی این به اصطلاح کسانی که به این بیمارا میرسن حقوقاشون خیلی پایینه و در واقع اینا این به اصطلاح خب این جامعه و یا خود اینا میگن خودشون که در مورد موقع سختی از ما میخوایم ولی کمترین توجهی به ماها نمیشه در بیمارستان ها اینا، حالا سعی کردن حقوقاشون رو ببرن بالا و اینا، ولی واقعا به قشای جامعه هیچ توجهی نمیشه و اونا به اصطلاح کارشون واقعا اساسیه در یک کشور. در طرف جویه که اینا سالهای کردن در بیمارستان ها تعداد تخت ها رو کم کردن و اینا، من فکر کنم تمام این پولایی که فکر میکردن اینا پسنداز کرده بودن یا بود، همه اینا رو در این چند ماه مجبور شدن خرج میکنن و تمام اینا پیشبینی نشده بود متاسفانه. آقای عبدالله اگر موافق باشین دو تا سال دیگه باقی مونده، بعد از اون دیگه جلسه رو ببندیم. اگر دمست این که سه تا سوال مونده، آقای علینیا، خانم پرتاب وشوق و آخریش هم ماده خانم لیلی. اوکی پس اول من اول خانم پرتاب رو دیدم، پس خانم پرتاب بفرمایین. بله این سه تا دیگه آخری شده. سلام فیروز جان، اولا که عید نوروز رو بهتون خیلی تبریک میگم به همه و خانواده، امیدوارم که تندرست و همه چی خوب براتون پیش بیاد امسال. من سوالم اینه که من فایزر مثلا واکسن اولی، دوز اولی که زدم، شما که گفتین ممکنه که بعدن این واکسنهای RNA ممکنه دیگه کار نکنه، آیا میشه دوران دومی رو که گفتن اینجا میگن 4 تا 6 هفته دومی دوز رو میتونیم بزنیم، آیا میشه اینو بیشتر طولانی داد که گفتن سر دوز اول 80% 85% کار میکنه و دومی 95% میرسه، آیا میشه اینو طولانی تر داد، بیشتر از 4 هفته کرد یا بیشتر از 6 هفته دوز دومی رو زد؟ بله من در مورد واکسن های آدنوویروس یعنی آسترازنکا یا سپوتنیک و اینا رو گفتم که شاید این دوزهای بعدی با به اصطلاح تاثیر نکنن برای که بدن پاتن
ایجاد میکنه و اون ویروس آدنو ویروسش میتونه از بین ببره قبل از که واکسن عمل بکنه. ولی واقعا فایزر و مدرنا نه، همون باید در همون وقتی که پیشنهاد میشه، یعنی 3 هفته بعد یا 4 هفته بعد زد. چرا؟ برای که بعد از دوز دوم شما میزان پاتنتون میره بالا، افزایش پیدا میکنه و این مهمه، برای که هرچی این میزان پاتنتون بالا باشه بهتر عمل میکنه در مقابل ویروس، خصوصا ویروس های جهش یافته. و اگه شما فاصله شو زیاد بکنی ممکنه که حتی این واکسن ها اگه مبتلا بشین و به اصطلاح به کووید مبتلا بشین بعد از دوز اول و این میزان پاتنتون کم باشه، همین باعث میشه که شما به اصطلاح این باعث میشه که یه ویروس جهش یافته جدیدی اینطوری پیدا بشه. بس برای اینه که مهمه که این دوز دومه که میگن 3 هفته یا 4 هفته بعدش بزنین، حتما بزنین که میزان پاتنتون اینقدر بالا باشه که اگرم بین دوز اول و دوم بالا باشه، اگه شما فاصله بیاندازین ممکنه مبتلا بشین به اون ویروس و این ویروس با میزان کم پاتن در واقع جهش پیدا میکنه و یه نوع ویروس جدید جهش یافته میتونه مثلا ایجاد بشه. آقای علی نیا بفرمایید. زنده باشید. سلام خدمت همگی شما عزیزان. من پس شیرازم چکلم از تجربه شخصی خودم بگیرم. بعد این باسته ماست سرسی با. من ماهی سال گذشته بود که خودم از آنه دوچار کرونا شدم. بعد شدیم که همین صداتون خیلی بد میاد. صداتون هی قطع و وصل میشه. پس نمیدونم پس چه کار کنم چون نمیدونم. متاسفانه اصلا مشخص نیست، برای اینکه خیلی تو صداتون چیز هست. ببخشید میشه سوالشون رو خواهش کنیم اگه میشه بنویسن؟ نه میخواستن تجربه خودشون رو راجع به یکی که موقع مریض بودن بگیرن. بنابراین متاسفانه این سوال نیست که میخوان حیف شد واقعا، برای اینکه خوبه که بشنویم تجربه یه نفر که اینو داشته. خانم لیلی سلامتی هم پرسیدن که سوال ریشه این ویروس از کجا آمد؟ سوال 2 برای زیر 50 سال چه واکسنی پیشنهاد میشه؟ ویروس از کجا آمد که الان دارن راجبش تحقیق میکنن، ولی با مثل که با مشکلات روبرو هستن در چین دسترسی به اون آزمایش هایی که روی این کرونا ویروس کار میکنه، مثل که در سی مثلا آزادی ندارن. بحث دیگه که این ویروس رو در آزمایشگاه تولید شده یا واقعا از خفاش منتقل شده به انسان، من بیشتر از این اطلاعی ندارم فعلا، ولی در این مورد کار میشه. برای زیر 50 سال هستش، معمولا زیر 50 سال فرم وخیمی نمیگیرن. آسترازنکا پیشنهاد میشد که این با عوارض جانبی که واقعا داره من شخصا تجویزش نمی کنم، باید وایستاد تا دسترسی به یه واکسنی که عوارض جانبی وخیمی نداشته باشه. اگه فایزر و مدرنا در دسترسی دارین که بزنیم، ولی اگر نه که منتظر بشیم تا دسترسی پیدا بکنیم. خب خصوصا در زنهای خانومای جوان مثل شما این خطر وجود داره دیگه. خب. خطر لخته خون، خطر عوارض جانبی وخیم. پس بنابراین دیگه آقای عبدالله من گفتم چون دیگه اینجا ببندیم، برای که دیگه هم فیروزه هم خسته شده و دیگه فکر کنم یه مقدارم سوالا دیگه تکراری میشه. خیلی خوب.
خانم دکتر، فیروز خانم، خیلی سپاسگزارم، خسته نباشین. من امیدوارم و بیشتر اطمینان دارم که اگر من با این سنم و تواناییم انقدر یاد گرفتم، بقیه حتما باید بیشتر از من آموخته باشن امروز. خیلی سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین و وقتی که به ما دادین. از همه عزیزانی که در این برنامه شرکت کردن سپاسگزاریم و سال خیلی خوبی برای همه آرزو میکنیم. اوقاتتون بخیر. من از شما سپاسگزاری میکنم و از همه دوستان خداحافظی میکنم. خوشحالم که یه از دوستان رو بعد از سالها میبینم، لیلی جان و دوستان دیگه. در صورت خیلی خوشحال شدم، خیلی ممنون از همه چی و به امید دیدار. خداحافظ همگی. خداحافظ شما. خیلی ممنون. خدا. خیلی ممنون. خدا.